احمدی نژاده، روح الله اعظم دیگه. کی چه کسی اومد روح الله اعظم؟ آقای من پورا اومدم زودتر از همه گفتم این با رژیمه. دیدید که تمام طرفدارای احمدی نژاد در اون دارن میگن داوری و اینها رو، مشخص بود روح الله اعظم میگیره از تیم احمدی نژاد اینا. کی من گفتم؟ تنها کسی بودم که یک سال و نیم دو سال پیش گفتم که این آمد نیوز چیه. اکنون من یه چیزی دارم دیگه، وقت نمیشه درباره این قاضی که بیرون سر صدا کردن، این داستان این قاضی عباسی یا نوری چیه. اینم برنامه‌ای بوده که از خود رژیم بوده، برای اینکه سپاه اومده بود آمد نیوز رو گرفته بود، آمد نیوز رو اون در واقع کار کرد و زدن جنگی که هست گفتم میان این فرمولی که من دادم، میان این دو گروه و برادر رئیس جمهور رو و دستگیری یکی دیگه از اون کسایی که ایرانی های بیرون بود، میلیاردری که گفتم با هدایت سپاه باز باند چند هزار میلیاردی، اون فردی که سلطان فولاد بوده، سلطان فولاد رو گرفتن. بخش دولت یعنی این سمت برای اینکه یک چیزی به سپاه، به اصولگراها، به رئیسی نشون بدن، گفتن خب چیکار کنیم؟ یک برنامه‌ای برای این قاضی که در سوئد دستگیر شد، دادیاری که بود، اونو اومدن لو دادن به مصداقی و به اون آقای موسوی که چیز هست و بنیاد برومند، اینا اطلاعاتی دادند، گفتن که بیایید اینو، یه چنین برنامه‌ای رو پیاده کردن تا چیکار کنن، فشار بیارن به سپاه، به بخش قوه قضاییه که بگن ببین در بیرون ما دست بالا رو داریم، ما تو سفارتخونه ها ما میتونیم مشکل اینها رو حل کنیم، اگر شما بخواید کسایی مانند آمد نیوز که از ماست رو بگیرید، اگر کسایی مانند اون سلطان فولاد، من نامش از یاد بردم، و این کار رو کنید، اگر شما برادر رئیس جمهور رو میگیرید، ما هم چیکار میکنیم؟ شما هم نیروهاتون میان خارج مسافرت میکنن، مانند همین عباسی یا نوری در سوئد، به وسیله عوامل خودمون اینا رو اطلاعات میدیم و و و دیگه. ببین برای اولین بار من دارم اینجا این رو به شما میگم. پس این همه شلوغکاری که ایرج مصداقی و اون آقای موسوی و دیگه یه سری چپ ها تازگی ورود کردن، بی بی سی ورود کرد، نه اینکه گرفتن کار بدی بوده، نه، آدمی بوده درجه دو و سه دیگه بازنشسته شده بود. میخوام بگم یه مهره‌ای که دیگه امروز خاصیتی نداشت برای اینکه فشار بیارن به سپاه و اصولگراها، میخوام بگم که کار رژیم بوده، نه کار آقای مصداقی بوده، نه کار چپ‌ها بوده، مانور ندن. این برای اولین بار من دارم اینجا به شما این رو میگم. خب این شما کی به شما اینا رو میگه؟ آیا تا جایی شنیدید شما این رو؟ این همه سر و صدا که یکی از عوامل قصه‌های 67 دستگیر شد، همه به نام خودشون سازمان مجاهدین اعلام موفقیت کرد. من نخیر، این آقا بارها میومد آلمان، چرا یکیتون نتونست این دستگیر کنید؟ چرا متوجه نشدید؟ یه بار رفته سوئد، رفتید اینو به دادستانی سوئد اعلام کردید، برای اینکه وقتی که داشت میومد رژیم اطلاعات رو، بخش دولت داره دیگه، روحانی اینا دارن، این چیکار کردن؟ دادن به اپوزیسیون، حالا نما یا هرچی، گفتن شما این کار بکنید. این جالب بود نه؟ تا حالا شنیده بودید اینو؟ آقای نیکو صمدی، آقای اسکار شیرازی، میبینید داستان چیه؟ چه سر صدایی بیرون کردن، آقا ایرج مصداقی این اطلاعات داد، آقای اون وکیل درجه یک در نواهای فلان با بنیاد برومند، اینها اومدن این کار کردن. عجب، شما چطور خبر داشتید یک دادیاری از فرودگاه تهران پرواز کرده تو سوئد؟ شما از کجا فهمیدید آخه؟ شما چطوری فهمیدید آقای وکیل بین الملل، وکیل بین المللی؟ شما چطور فهمیدید آقای ایرج مصداقی؟ چطور زودتر تو آلمان صد بار رفته بود نفهمیده بودی؟ آخه این رژیم جمهوری اسلامی منتها نه این بخش، این دو تا بخش دارن هم دیگه میزنن دیگه، فرمولی که من دادم، فرمولی که مانند ریاضی است. خب
پس چیزی که من دارم اینجا میگم همیشه ناب اینه که اشک رژیم در میاره، برای همینه که تا دم در خانه من میان، برای همینه که من گفتم روح لازم اپوزیسیون نیست، اصلا بایستی زودتر از اینها. حالا درباره روح لازم من یه چیزی میدونم دیگه، اینجا نمیخوام زخمیش کنم بگم. الان حشمت رئیسی دوز اینجا هست، الان میره جای دیگه میگه. الان عوامل شهرام هماین و این تو ترکیه و این ور و ور هستن، دارن یادداشت میکنن، پتومت ها دارن یادداشت میکنن به نام خودشون. نه، کسایی که باید بدونن میشنون. کارهای منو کپی پیست میکنی لاغر من بشه بگی نه، پس همش فیلم هست. من نفهمیدم. ببین آقای اسکارتون شما نمیشه نه پس همش فیلم هست. بله، اون درباره نوری عباسی که اومد، اون قاضی که اومد، ببین برای نخستین بار من دارم میگم دیگه آقای اسکارشی، هیچ کس نگفت که، درسته؟ صفر. تنها از زبان تنها کسی که داری میشنوی از زبان من پورا دارید اینجا میشنوید. یعنی شما ببینید چه خبری رو من دارم میگم. این همه شلوغ کردند، ساعتها گذاشتن، نوری رو دستگیر کردن، آقای مصداقی، آقای وکیل درجه یک داره پیگیری میکنه. چه کسی اینو لطفا؟ وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات مال روحانیه دیگه. اومدن چیکار کردن؟ به اینا گفتن آقا فلانی داره میاد سوئد، اینه به دادستان این اطلاعات بدید. یک فایلی هم پخش کردن. این اطلاعاتی کی داشت؟ وزارت اطلاعات داشت. یعنی تیم، این تیم، تیم دولت، تیم آیت الله. خب دیدی که چه رسانه ایش کردن؟ برای چی؟ برای گراها به رئیسی بگن که اگر شما میایید کسایی رو به نام هدایت مثلا نیوز رو جذب میکنید از ما بود، سلطان فولاد، حالا من نامش رو از یاد بردم، بله آفرین، شما نوشتی هرگز نشنیده ایم. برای نخستین بار میگه ما نشنیم، طبیعی هم هست. برای همینه که دادم در خانه من در آلمان میان آقای اسکار شیرازی، برای اینکه روح لازم و آمد نیوز رو من به شکل ریشه‌ای، تنها من، البته ما یه گروه کوچکی هستیم دیگه، گروه مهندسان و نخبگان ایران، اونا درون ایران هستن، ما گروه کوچکی هستیم. خب منتها گروه ما تک نابه. اینا چیکار کردن؟ آقای اسکار جان شما میگی برای نخستین بار دارم میشنم. کسایی که الان دارن این لایو میبینید، برای نخستین بار دارید این خبر مهمو دارید میشنوید. آقای نیکو صمدی و بسیاری های دیگه. این بحث اون قاضی مرگی که بوده، قتل ها، این همه سر و صدا کردن، اینا رژیم، در واقع برنامه رژیم بود. تیم وزارت اطلاعات، تیم دولت، یعنی جمهوری خواه ها، یعنی غرب گراه ها، گفتن که این همه دارن اینا پیشرفت میکنن، اصول گراه ها، رئیسی، روح لازم رو گرفتن، برادر رئیس جمهور رو گرفتن، حالا دارن این کار رو میکنن، ما این چیکار کنیم؟ این اصول گراه هایی که میرن بیرون، قاضی هست، سپاه هست، اینا رو چیکار کنیم؟ اطلاعاتی میدیم به کیا؟ به اونایی که مثلا اپوزیسیون، مثلا به امثال ایرج مصداقی، به بنیاد برومند، به بی بی سی، چه میدونم، به فلاحتی. شما چیکار کنید؟ بگید آها یکی رو دستگیر کردیم برای نخستین بار. وزارت اطلاعات این کاری کرد، جنگ خودشونه. سوئد هم از خداشه. سوئد چون آبروش رفته بود، میگفتن آها سوئد پاتوق جمهوری اسلامی بود دیگه، آبروش رفته بود، به سود سوئد هم شد. سوئد هم میگه آه منم میگیرم، اگر اینجا یکی بیاد میگه. این داستان بود، برای سوئد هم خوب شد. فردا چیکار میکنه؟ سوئد هم معامله میکنه، یعنی هم سوئد برنده است، آت میاد این کارو میکنه. این وسط چه کسایی خر شدن؟ اون کسایی که باور کردن آها ایرج مصداقی ادمت کرد، ای میهن تی وی، ای آیت الله بی بی سی، عجب چیزی رو، ای جناب وکیل بین الملل فلان، عجب چیزی رو شما گفتی، ای آفرین بابا شبکه من تو، عجب چیزی رو، آفرین بنیاد برودمند، نخیر جانم، از پورا داشته باشید، همون پورایی که پیش از همه سید محمد حسینی رو گفت، دو سال پیش از همه گفت سید محمد حسینی کیه، با رایفی پور و با مجموعه درونه، همون پورای تنها کسی بود که روح لازم رو کاملا شفاف گفت. پورا تنها کسی بود از زبان پورا شنیدید که گفت حمله به مجلس، در حالی که ایرج مصداقی چی گفت؟ کار داعش بوده. میهن تیوی گفت کار داعش بوده. اون پسر مهدی جلالی تهرانی در تلویزیون نوریزاده گفت بله کار داعش بوده، چون پترن اینو میگه. من اومدم گفتم نه خیر، پترن اینو نمیگه، پورا رابطه مجلس بود. دقیقا من جاها رو میدونستم، گفتم که اون کاری که حمله‌ای که به مرقد
کسافتی به نام خمینیه هندی زاده شده بود و چه در مجلس شده بود کار رژیمه. طبیعی است که رژیم زنگ بزنه به شهرام همایون بگه آب هیچ وقت به پورا شما رسانه ندید، ولی به یه پسره هست رضا زرابی خنده داره جوکه، از 17 سالگی اومده بود اروپا سازمان مجاهدین میگه، اینا رو خودش میگه، خودش هم میگه که 7 8 سال توی زندان بودم، خودش میگه، خودش میگه که من منو به خاطر دزدی گرفتن، خودش میگه خودش. اوکی، چه اطلاعاتی از درون ایران داره به اون تریبون میده شهرام همایون، اون چه تحلیلی میتونه بکنه، اصلا چقدر سواد داره؟ من به هر حال نماینده جامعه مهندسان ایران بودم. آیا همه مهندسان یعنی مشکل داشتن؟ یعنی جایگاه یکی ایران رو داشتم، جایگاه یکی ایران، نه جایگاه دو. این نماینده های مجلس، طرف نماینده مجلس بود پایین می نشست، بعد از من اجازه میگیره، من اگر اجازه نمیدادم نمیتونست حرف بزنه، سخن بگه. نماینده رئیس جمهور بایستی از من، چون من جایگاه یک رئیس مجمع عمومی بودم، مهندسان کل کشور، بزرگترین تشکل همه اینا بودم، بزرگترین گروه تشکل تخصصی صنفی ایران. عضو هیئت مدیره سازمان های زیست محیطی غیر دولتی ایران بودم، بنیانگذار انجمن ایران و تاجیکستان بودم، عضو جانشین هیئت مدیره انجمن ایران و ژاپن بودم که دکتر عادلی دبیرکل بانک مرکزی هم توش بود. میارن خنده داره، چه تحلیلی بلده؟ سید محمد حسینی رو میارن، چی یه بازیگر روح لازم، یکی که فقط میخورد، هیچی، اونا رو میارن. ولی پورایی که در هر حال دیگه هست که نماینده مهندسین ایران بوده رو چیه؟ وزارت اطلاعات زنگ میزنه، نفوذی هایی که تو مثلا تلویزیون کانال وان شهرام همایون داره میگه پورا رو نیاری، تو میهن تیوی داره پورا رو نیاری، تو ایران آریایی پورا رو نیاری، تو منوتو داره پورا رو نیاری، اصلا پورا رو ما نمیشناسیم، پورا کیه؟ نمیشناسیم، دیوانه کیه نمیشناسیم، بی بی سی پورا رو، نوریزاده، به همه جا نفوذ دارن دیگه، نفوذ دارن، تلاوت هم دارن فلان دارن. این ولش کن بابا، آدم از هرچی بابا، حداقل دیگه چیزی از این من نمیگم که مهندسان رأی دادند رئیس دیگه جایگاه یک مجمع عمومی یه دقیقه بگو یه روز، جایگاه دوره نداشتم در ایران که. چرا نمیارن؟ میدونن، میدونن من چیزایی رو که میگم نه مال این گروه هست، مال وزارت اطلاعات، نه برای بنی صدره، نه برای آیت الله بی بی سیه، نه برای جوان مرد، نه برای زمین، نه برای این وره شرقراه هست، رستاخیز فلانه، کمالپور و پتومت و قاسمی و نه خسرو فروهره، مال سامانه پادشاهی خواهی، مال سپاه هست، این بخش هست، روسگراها هست، نه برای کیهان در تبعید، اینا مال رژیم هم دیگه، مال رژیم. یکی خط سرخه، اون پور هست، یه خط سرخ هست دیگه، زیرابش رو همه جا میزنن، بزنن، من اهمیت نمیدن که پیش شاهزاده، پیش اون، این مهم نیست، مهم نیست، برای اینکه سبک ها بیان رو. مسیح علی نژاد، مسیح علی نژاد یه خبرنگار بود، اون بایستی خبر از من پورا میگرفت، آقای جوانمردی خبر بایستی از من بگیره، چون من سرچشمم، من تولید کننده خبرم، من منبعم، منبع رو میذارن کنار، پورا منبعیه. یه نظریه پردازم هست، کسی از کامن سنسی نیست، تک تنها ایرانی بیرونی که یه ویژگی متفاوت داره، یعنی اینو متفاوت میکنه با همه چهرهای سیاسی، با همه رسانه‌دارها، با همه توییتری‌ها. برای همین حالا خوشبختانه خودمون داریم، دوستانم شیر میکنه، دوستانم هم به درود میگم. خب یه بخش دیگه بایستی بیان دنبال من، برای من مهم نیست، اونقدر من خودم به آب و آتش نمیزنم، من گفتنی رو گفتم، یه مقدار میبینی آرامش هم دارم، ادبیات من اینگونه هست، در ایران هم بودم کلا، یه مقدار